مقصر شاید آسمان باشد، شاید زمین و شاید هم مردم، اما دیگر فرقی نمی کند. او دارد نفسهای آخرش را می کشد. سلام علیکم، خوبی؟ خسته نباشید. میگن مریض، نفساش به شماره افتاده، درسته؟ کیا میگی؟ سراب نیلوفر. آه خیلی وقت، خیلی وقت. حالا میگی کاملا خوشگل. بریم پایین صحبت کنیم. فقط میشد گفت یادش بخیر. اینجا سراب نیلوفر بود، یکی از بزرگترین برکه های ایران. دریاچه سراب نیلوفر که یه زمانی مملو از نیلوفرهای آبی بود که در نوع خودش منحصر به فرده. اینجا جز سایت هایی بود که برای بحث سرشماری پرندگان اینجا می آمدیم که متاسفانه الان هیچ اثری از پرنده نیست. هست را اگر قدر ندانی بود می شود، مثل الان سراب نیلوفر. اما چرا؟ اضافه فرداشت تأثیر درش خواهد گذاشت، شاه غیر مجاز تأثیر خواهد گذاشت. به لطف 415 حلق چاه مجاز و غیر مجاز، آب از رگهای نیلوفران مکیده شد تا آباد کند کشت و کار کشاورزان را. میگن که کشاورزی خوب نیست به دلیل کم آبی. اینجا چطوره؟ والا اینجا که آب داره خوبه، آب از چاه میکشه. بله آب از چاه میکشه. اما مسئولین برای این مکنده های زندگی نیلوفران چه فکری کردن؟ چاه غیر مجاز گذشته پر کردیم. سال گذشته برنامه داشتن، امسال هم دارن، اما نوشدارو پس از مرگ سهراب. امسال هم برنامه داریم، قطعی یقین هر چای غیر مجازی تو محدوده تا 4-5 کیلومتری سا میفتر باشد دهتا هم پر میکنیم. یه نمونه دیگه اگه کاری بکنی اصلا یه الان اینجوری نیست. و کرمانشاه باز هم یکی دیگر از جاذبه های گردشگریش را از دست داد. و این هم آخرین پناهگاه برای آخرین بازماندگان سراب نیلوفر که اگه فکری با حالش نکنیم شاید تا چند روز آینده اینها هم نباشد.